کودکانی که بدون اسباب بازی‌هایشان به زیر خروارها خاک رفتند. سناریوی تلخ و تکراری مرگ پناهجویان در آب‌های مدیترانه. این بار مسافران با هزار امید ازمیر ترکیه را به مقصد اروپا ترک کردند، اما تنها چند متر مانده به ساحل شهر کروتونه در جنوب ایتالیا کشتیشان در اثر برخورد با یک صخره متلاشی و صدها جان عزیز میان موج‌های کوبنده دریا ناپدید شدند. کارابینیری اعلام کرده از حدود 250 سرنشین این کشتی مرگ تنها 79 نفر نجات پیدا کردند. Siamo arrivati qui alle 5:30 con un mio amico che ci ha chiamato un pescatore. با یکی از دوستانم ساعت 5:30 به اینجا رسیدیم. یک ماهیگیر با تور ماهیگیری تو دستش فریاد می‌زد و ما رو صدا کرد. وقتی رسیدیم تاریک بود. فاجعه‌ای رو می‌دیدیم. 10-15 کشته رو ساحل بود، اما آب دریا اونا رو با خودش می‌برد و ما سعی می‌کردیم اونا رو بیاریم بیرون. مادرانی بودن که فریاد می‌زدن، پدرانی بودن که بچه‌هاشون رو بغل کرده بودن که مرده بودن ولی فکر می‌کردن بچه‌هاشون زنده‌اند. بعد هرچی هوا روشن‌تر شد تعداد مرده‌ها هم بیشتر شد، اما ما تنها بودیم. چیکار می‌شد بکنیم؟ 20 دقیقه بعد گارد ساحلی رسید و به ما کمک کرد. اجساد پیدا شده به ورزشگاهی منتقل می شوند و مسئولین در تلاش هستند تا با خانواده های آنها تماس بگیرند. گل هایی که اینجا هست، شمع هایی که روشن میشه و عروسک هایی که اینجا گذاشتن، این شهروندان شهر کروتونه آوردن و دسته دسته از دیروز میان مردم دعا میخونن، شمع روشن میکنن که یاد اینها رو زنده نگهدارن و همچنین در واقع یک حرکت نمادین و اعتراضی هست. اینجا حضور پیدا میکنن که به دولت نشون بدن در واقع که سیاست های غلط و تحریم و ایجاد قوانین جدید برای جلوگیری از فعالیت سازمان‌های غیردولتی و کشتی‌های نجات باعث شده که همچین اتفاق تلخی رقم بخوره و این اندوه پایان نیافتنی در واقع ادامه داره و برای ساعت‌های طولانی در حال شناسایی اجساد هستند. کیمیا قربانی، کروتونه.